من یه زمانی داشتم با اندیجان در مورد کارهای کنسرت کار میکردم. اندیجان فرصتی بود که ازشون یه مقدار از مطبوعاتی که در کل در مورد اندی اومدن نوشتن و تعریف کردن، مطبوعات به دست من رسید. اول اصلا میگم تقریبا به عنوان تقریبا مثل یه کتاب بود این مطبوعات که از طرف کمپانی تو برای من فرستادن و شاید از اواسط دهه 90 فکر میکنم یا اوایل دهه 90 درست دارم میگم اشتباه نکنم اواسط دهه 90 اندیجان به عنوان پرشن الویس یا الویس خاورمیانه یا سوپر استار خاورمیانه نماینده ایرانی ها بوده در سراسر این قاره آمریکای شمالی و حتی آمریکای جنوبی و خب اروپا و آفریقا و همه این جوجه ها و انقدر مقاله برای اندی ماشاءالله نوشتن، انقدر روی سی ان ان رفته، این یه بار دو بار نیست. فرزان جان گفتی سی ان ان فکر کنم زبان اسپانیش رو تو روتون یه برنامه خیلی بزرگی داشتن. میدونم که با موسیقی هندی شما خیلی سر کار داشتین یه زمانی و اونم برای شما در هند خیلی ماشاءالله اندی بهترین های هندی یه مدت در فیلم ها نقش داشتن و توی آمریکای جنوبی چقدر شما محبوب بودید. اصلا شما دیگه آرزویی هست که داشته باشین؟ بله. آدمی که من میشناسم چند الان سال هاست که خب من اندی رو میشناسم. اولا که هر آدمی به نظر من اگه آرزو نداشته باشه که اصلا زنده نیست، ولی اندی آدمیه که همینطوری از روز اول که من دیدم تو رو همینطور دیدم، فقط در حال پیشرفت بودی و خوشحالم از این پیشرفته و اینکه در بازار بین المللی هم ایرانی ها رو شناسوندی، ما بهت افتخار میکنیم واقعا. ممنونم ازت، مرسی. بعد یه خوبی هم که داره میدونی چه اخلاقش هم هی بهتر میشه. ببین شراب خوش اخلاقه، شراب اینطوریه، شراب هر چی بگذره بهتر میشه. ما فکر می‌خواستم بگی شراب خوردن. شراب خوردن اونم کمک میکنه، 100% شراب خوردن هم کمک میکنه. علی جان خیلی هم شما زیاد خیلی میکنید. قبل از اینکه من یادم بره، میدونم که توی این زلزله هیتی من فرصتی بودش که با هایتی بعد بگیم به ایرانیان عزیز، فرصتی بودی که شما رو روی رد کارپت اینترویو بکنیم و ایشون اومده بودن همراه با فلیت وود مک، پرفورمنس بسیار گزینه و اکسکلوسیوی رو داشتن در هاوس آف بلوز و کلی هم پول ریس کردن اون شب برای زلزله زنگان هایتی و باز بقیه کارهای خیریه اندی رو شما خودتون خیلی خوب میدونید. ماشاءالله بسیار فعال اندی جان، تبریک میگم بهتون. خب من نه فقط به خاطر یه خواننده، به عنوان یک انسان وظیفه دارم که هرچی خدا بیشتر به من میده بیشتر بتونم به دیگران کمک کنم. این یه فلسفه همیشه داشتم و از پدر مادرم یاد گرفتم. حتی الانم که سفر میرم، مثلا میگم میرم یه کشوری مثل ارمنستان یا تاجیکستان، ازبکستان، هرچی پول در میارم یک مقدار از اون پول رو در همون مملکت به اون مردم، به اونایی که احتیاج دارن کمک میکنم، به خاطر اینکه وقتی میام خونه احساس میکنم که این پولی که مردم به من دادن الان من استحقاقشو دارم. بله. اگر همه این پولو من بیارم خرج خودم بکنم اون احساس خوبو ندارم. امتحان کردم. میفهمم چه میگی. ولی الان وقتی میرم مسافرت و حالا 10% 20% هرچی، چون برادرم با من مسافرت میره میاد، اون ولخرجتر از منه. بله. اون زود خرج میکنه، میگه باید به مردم کمک کرد. اینه که وقتی میایم خونه اون پولی رو که دروردیم که در حقیقت پولیه که مردم به ما دادن، اون بیشتر به تنمون میچسبه. قبول باشه به قول مردم. لذت میبریم. این آهنگی که خوندی دم شما با بانجووی، یه مقدار راجع به اون توضیح بده که اصلا این چجوری به وجود اومد، چطور شد که اصلا با بانجووی خوندی؟ و خب اینم یکی از کارهایی بود که ما ندیدیم یه خواننده ایرانی بتونه با خب بانجووی یه خواننده خیلی معروف و مهمه، بتونه یه خواننده ایرانی کنار بانجووی وایسن با هم بخونن. خب داستان اینه که همینطور که کسرا جان گفت، من سالهای سال فعالیتم در مورد این بوده که بتونم موسیقی ایرانو به دنیای غرب بشناسونم و هر سال هم یک موفقیت های کوچیک داشتیم. متاسفانه حالا یه خود سیاسی اجتماعیش بکنم، اینه که اگر ما داخل ایران فعالیت میکردیم این موفقیت های من خیلی تندتر و در استانداردهای بالاتر بود. ما نه اینکه حمایت 70 میلیون ایرانی رو نداریم، این موفقیت ها مثل حرکت لاک پشته یواش یواش اتفاق میفته. ولی من دارم
سعی خودتون میکنه. با کمال پررویی دارم سعی رو میکنم که این موفقیت هرچی هم کوچکتر هر سال یک مقدارش رو به دست بیاریم. و امسال یکی از شانس‌های بزرگی که داشتم این همین آهنگ استند بای می بود که صرفاً به خاطر سولیداریتی و دی پیپل اف ایران، یعنی اتحاد و انسجام با ملت ایرانی، همبستگی با مردم ایران خونده شد. و خب خیلی هم فکر میکنم مثلا ممکنه سیاسی فکر کنن، ولی دلیلی که من و بانجوی این آهنگ رو خوندیم، دانواز، جان شنگ، اینا کسایی بودن که پرودوسش کردن، همش به خاطر این بود که به مردم ایران بگیم که ما اینجا هستیم، صدای شما رو میشنویم، ما با شما هستیم، شما هر تصمیمی بگیرین ما پشت شما هستیم. خب میشه اینو سیاسی نگاه کرد، میشه اینو اجتماعی و انسانی نگاه انسانی کرد. بله، حالا بله. تو گفتی ما یه روز برای مردم هایتی فعالیت کردیم، امروز برای مردم ایران، فردا دنیا میاد برای ایران یه کار میکنه، پس فردا ما ایرانی‌ها برای یک کشور دیگه انجام میدیم. یکی هدف ما کلن انسانی بود و خوشحالم که CNN خیلی از این مسئله استقبال کرد و خیلی هم کمک کرد برای پروموت کردن اون آهنگ. و الان 2 میلیون هیت فقط روی یوتیوب داریم و این خیلی و با هم کپی شد و اونا هم برای خودش خیلی هیت آورده سن، همه با افتخار و هم دیگه نشون میدن. جالب اینه که این آهنگو ما از روز اول گذاشتیم تو مارکت که همه استفاده کنن، یعنی از این آهنگ هیچ کس پولی در نیاورده، برای پروفیت نبود. اگه برای پروفیت بود فقط از همین آهنگ میلیون ها دلار برای منفعت نبود. و خدا رو شکر بچه های ما هم از داخل ایران هم از خارج از ایران انقدر روی اینترنت فعالیت کردن و این آهنگ رو بردن بالا که این آهنگ الان یکی از بزرگترین هیت های خود بانجوی هم به حساب میاد. از تمام بچه که در داخل ایران اصلا تشکر میکنیم و خوشحالیم که این باند و این همبستگی رو ما نگه داشتیم. ما با هم هستیم، برای من فرق نمی کنه ما ایرانی هم. سریع رو گز میارم کجا تشمیم. اینجا کارگردانه که گز میاره. نه خیلی داریم آبدارچی. ما وقت به همه میگیم کارگردان هندی جان، کارگردان جو داریم. اینجا اگه به کسی بگیم آبدارچی نراحت میشه، مجبوریم به هم بگیم کارگردان. آه به آبدارچی میگین کارگردان. بله. خب باید احترام بذاریم. تو ایران هم اینطوری بود، به آبدارچی میگفتن دستور بده چای بیاره. دستور چای بیاره. اونم به مهندس دستور میداد. من مهندسم. خب کجا میریم؟ کجا میریم؟ 20م که میشه شب عید در استکهلم هستم. به به سوئد. سوئد هستم. 22م در دبی یک پرایوت دینر گالا است. دبی دبی وندرفول. در میراج، رویال میراج هستم. رویال میراج در دبی. بچه هتلی خیلی هتلی که اونجا جای من حتما خالی کنیم. حتما خالی خواهد کنیم. تو چمدونتون جا نداریم ایشون رو. رویال میراج درست بغل آبه. یعنی هم جا شده چمدی میگی؟ رویال میراج توی مدینه تو جمعه ایران؟ بله بله. وسط دریا نه؟ بعد کجا؟ 23م در ارمنستان هستم. بله بله. نگاه کن برای ارمنی چه دست میزنه این چه بازیه. چرا که نه، حالا که راجع به این حرف زدیم 90% تماشاگرها از ایران میان. دقیقاً. واسه همین ما خوشحالیم چون ویزا هم نمیخواد، همه دانشجو البته از ایران میان، هم خب ارمنیای ایران. ببین آرای خودمون هست، یکی از نمبر وان فنای آقای اندی بودن، به خاطر اندی چون رفته تو کنسرت. ما همه اینجا نشستیم نمبر وان فنی. حالا چی میگی؟ اومده عکس بگیره دستش از اینجا تا اینجا پاره شده بود. سند داریم داریم. بابا مای خدا نه به خدا نه دست آره از اینجا تا اینجا زخمی شده، فقط میخواسته بوده بره با اندی. بیشتر از یک سال بوده؟ قبل از اینکه اصلا وارد پر بشه نمیتونستو کنه، نمیتونستو کنه. من اون داستان میدونم، چون میدونم بده تعریف کنم که مردم فکر نکنن امضا گرفتن. برای کماندو باید باشی. این سالن کنسرت در ارمنستان هاملیر طبقه طبقه است و آرا از طبقه سوم پریده بود پایین. خودش واقعا آره جلوش بود. نزدیک‌تر به آرا. اوه خب ارمنیا یه ذره دمش گرم. بله. خشن میافه میپره. الان آرا جون پشت دوربین واسه هیچ وقت فکر می‌کردی الان اندی رو کارگردانی می‌کنی. ولی اینو بگم که من خیلی از ارمنی ایران میان. خب از ایران همه میان فارسی زبان. ما الان دست داریم گفتیم ارمنیا فرقی نمیکنه. اونجا هم انگار بغل ایرانه، احساس میکنیم جزء ایران یه جوری. من نمیدونم چرا اصلا ارمنستان وقتی میری احساس میکنی در ایرانی. آره چون هم از لحاظ اخلاق، هم از لحاظ جغرافی، جیوپالیتیکس، هر جوری حساب کنی ارمنستان و ایران یکی هست.
آره. پس چندم کنسرتتون در ارمنستان؟ 23 مارچ. من و من و مایکل با هم هستیم. شب بعدش هم اتفاقا حالا من میرم از اونجا، ولی تو اون پکیج موین کنسرت داره با سپیده و روز بعدش هم شوره شهرام هست. شوره عزیز، پکیج هم خیلی خوب فروخته و باید از مردم تشکر کنیم که اینطوری استقبال میکنن. تمام ستاره های خوب ما تو ارمنستان. خب لس آنجلس سیا که ما باشیم چند تا خوباش دیگه. اونجا پول پاره میکنیم، همه رو میاریم میدیم. ما رو نمیبری؟ چرا؟ ما رو نمیبری؟ زندگی داریم. میبینیم؟ ما باید نایی هم بگیریم. شما 10 میلیون رو بگیریم من برم کار کنم. آره. اسپانسرشیپ یادمون نره. شما یه خونه ما رو پروموت کن که ما اون 10 میلیون رو بگیریم. بعد ما هوای شما رو داریم. 10 میلیون بدین به پن. خب بعد کجا میریم؟ بعد برمیگردم دبی. الان که با هم داریم صحبت میکنیم برنامه ما کنسرت بزرگمون در سطح دبی یا 26 خواهد بود یا 29، ولی 27 من آلمان کنسرت خیلی بزرگی دارم در کلن، در کلن ارینا. right, the big part of the big one. Oberhausen. Oberhausen نه، اون ارینا. the کلن ارینا، من زدم میخوام. نه، اینو روبرو هم ان شاء الله هر دو تاشون موفق بشن. یه هفته فاصله است. ان شاء الله مردم از هر دو تاشون حمایت کنن. من 27 هستم با ستار، فرمز آصف، مرشاد. خیلی هست، اینقدر زیادی بعد اینقدر شهر میرم نمیدونم در چه شهرهایی با چه دیگه. ماشاءالله شدین مارکوپولو، همه جا سفر میکنید. تاریخ جایی بوده نرفته. خشم فولاد زیر یخ، باد زمستون، یه گل عاطفه سرشار توی یک باغچه ویرون، نه یه دست باغبونی که ازش خارو بگیره، نه یه نور گرم آفتاب توی فصل برف و بارون. شقایق گل قصه با تو هم سنگر و راهم توی رگبار زمستون، یاد تو پشت و پناهم اگه تنهایی و غصه از تو امید و گرفته ابر امید و سفیدی دشمن شب سیاه همه شقایق شقایق گل قصه.